سلام. خوش آمد میگم مقدم شما دو همراهان عزیز رو به ترک شماره 22 از 27 ترک آلبوم فیل از خداپوری، 27 ترکی که حلال شوتیا و کلهم رو ازش گوش نمیدیم چون قبلا ریلیز شده به صورت سنیگل، و به هر صورت لینک موزیکی که قراره با هم یه گوش کنیم توی دیسکریپشن گذاشته شده. کنار اون لینک، لینک کانال یوتیوب دودول، کانال من و رامتین، کانال یوتیوب است نداره، کانال من و نیما هم قرار داده شده. اگر دوست دارید به اون کانال هم سر بزنید، و اگر فورگنگ ها رو باچید توی کامنت میریم با هم دیگه میشتمیم. گیج میره سرم و از گاد پوری از کانال یوتیوب گاد پوری بریم. اومدم واسه عکس تا دافه لبند برانداز میکنم جلو بندی یا شونمند. دوباره پروداکشن ترکیش. یکیشون پرسیدم چرا خوشت میاد دمن، گفت ادگم رو کاناپت منو بگیری بغل، میگفت بوده کیلو کیلو مارگاریتو بهتر. هن از ایک دید دخیه داره لاست میزنه میگه همه چقدر مهربونه چهرت، گفتم اگه نمیبینی سیبیلا رو خوشگل، گفتون هرچی پرتر هم نیات سیفتر. بازومو بغل گرفته بام بگیره یه سلف، میگه برنامه کنیم شکه بودی کسه، میگه من اومدم ملاقات رفیقام قزه. خیلی این تا خیلی مهمه کریر پوری، به خاطر اینکه سیس دختر دور کنیه. سیس پوری یعنی یه سری دختر دور کن. حالا تجربهش از خانم وازی با اون سیبیلو که داره میخونه تجربه مهمی. میگه برنامه کنیم شکه بودی کسه، میگه من اومدم ملاقات رفیقام قزه، واسه چند ساعت دیگه هم بیلیتم رزه. یکیشون گفت دیدمت من قدیما تو مترو، پیجتو نداشتم ولی میدونستم اسمو. اون یکی گفت رفیقم هم ترکیه بات، اون موقع که تازه پخش شده بود تزد بنزو. چشه خانم روشن. گفتم چطوری جدا میشید شما اپیریس، چون من عجله دارم و ستایی تو سیریش. گفتن میرسونیم تو بگو کجا بری، خودشون استی ولی زیر پاشون چری. گفتم ممنون میرس خودشون صندوقدار زیر پاشون چری تسنپ ایشالله. اتفاقا همون موقعم رسیدش بیالله، تو دلم گفتم حیف باحاله. نره این تصویرسازی پوری خیلی باحاله، ولی احساس میکنم بسه. یعنی خیلی تو یه خیلی دیگه تو جزئیات سفرم الان، والا یکیشون حاجی خوب چیزی بود والا. گیج میرسم نمیشه بایستم سر پام، هرچی بعدم میاد سبز میشه سر رام. گیج میرسم نمیشه بایستم سر پام. این وایبریشن دلیوری پوری، این لرزش صدای پوری تو اجراش کار جدیدی، من نشیده بودم تا حالا. انقدر عصبیم تیک میزنه همه جان، گیج میرسم نمیشه بایستم سر پان، هرچی بعدم میاد سبز میشه سر فران. گیج میرسم نمیشه بایستم سر پان، انقدر عصبیم تیک میزنه. کورس یه قبول داریم، کورس خوبه. راننده میگفت تورم و گرونیاش، فش میکشید باقی ماشینا رو میداد ویراژ، میگفت کار خودشونه تحریم های کشور. یهو یادش میومد خاطرات جوونیاش، میگفت تا پسر آمد هم سن چی شد داستان خودت، یکی سر به راهه یکی درد سرم شده اصا دست. من برداشتی که دارم انگار یه سرگیجه ترک، انگار یه سرگیجه داره متشکل از سه ورس، مثلا سه تا سرگیجه رو داریم میگذرونیم. سرگیجه اول سه تا پاپیت شدن، سرگیجه دوم تو تاکسی راننده تاکسی داره قرن میزنه. میخواستیم شدن بلای جونمون، ولی هاچ خانومم خدا گواهه کم توقعه، دخترم دادیم به یه کارمند تو شیلات، دور ازمون انتقالی گرفته شیراز. خلاصه مشکلات زیاده و ما هم سرخوش، ترسی نخواهی یافت و در سرشت شیران. یه سر حرف میزد و نمیداد و شمون، تا رسیدیم به فرودگاه فیوزم و پرون. گفت اگه میشه کرایه، شاید هم چیزه، شاید هم بعد غزل بعد از ملاقاتی بلیتش رو که جور کرده بود، شاید هم از مستقیم از لاستلم ممزد دختره داره میره چیز فرودگاه. تو اینترنتی نزن سفر سلامت خدا به همراه جوون. چینا ما ریختم تو سبد گیت و رد کنمش، زل زده بود بهم یکی از دوتا مامور دمش. نگاه مینداخت تو هم و ده ثانیه یه بار به حالت متاسف، ده ثانیه یه بار دیر به دیر نگاه میکرد. کی از دوتا مامور دمش، نگ
نگاه میداخته تو هم و دستانیه یه بار به حالت متاسفم تکون میخورد سرش طبق معمولم که زدش اسکنر بوغو مامور کلافه یه نگاه اندخ رو خو گفت فلزی هرچی امرات خالی کنه شاقا گفتم آره داره گیت کاملا داره گیتو به تصدیق پلاتینت دادم مچمو به چخو یه حوزت به پشتم یه خانم سی سی و میدونی توی این تصویر سازیه پوری تمیزه خیلی تمیز تصویر میسازه قشنگ من الان رفتم فرودگاه مثلا توی که داستان تو ورسش تصویر سازی انقدر تمیز بود که ما واقعا همبندیاش بودیم این که به کجا قراره برسونه ولی مهمه چون ورس قبلی به جایی نرسید که مثلا دختر رو نزد و دخترام خوب چیزایی بودن حالا رسیدیم مثلا به این که داره میره فرودگاه این که به کجا داره میرسونه یعنی هر چی بیشتر پیش میریم چون چیزی به ما نمیده صرفا انتظار تنش رو میبره بالا تنش رو ریلیز نمیکنه میدونی یه چیزی میسازه نتیجه رو به تو نمیگه به خاطر همین هرچی بیشتر پیش میره چون چیزی که میسازه بلندتر و طولانی تر میشه نتیجه هم انتظار رو از نتیجه هم بیشتر دو سال چشاشو درش کرد گفت خودتونید شما میشه یه فیلم بگیرم یه یادگاری بگید من پسرم بدجوری عاشقته به خدا گفت مشکلی نداره من گفتم نه اوکی گوشیشو جلوم گرفته بود منم پوکر گفت فقط میشه تاریخ دو ماه بعدو بگی دو ماه دیگه دنیا میارمش من تو یوکی سوت میکشید مخم دود بلند میشد از چهرم بغلیم گفت هاش پوریا چی میزنن ملت واسه این که نشناستم دیگه اونجا هیچکی ماسکو کشیدم بالا و سری زدم عینک بغلیم یا آقایی بود دو متری داشت هیبت ولی دوتا زده تعوا کرد راهی معدش یه و یه خانومی گفت مسافرین عزیز متاسفانه کنسل پروازتون فعلا هیچ میرسه نمیشه وایسم سر پام هرچی بعدم میاد سخت میشه سر فرام هیچ میره سرم نمیشه وایسم سر پام انقدر عصبیم تیک میزنم همه جام ریز به دارو ستیز و دارو عروسیش هم اشاره کرد این تجربه که سنتی که مردم دارن که قرص چیه مرد که قرص نمیخوره فلان اینا ریز گفت یارو با اون هیبتش دوتا قرص زده تا میشه وایستم سر پام هرچی بعدم میاد سبز میشه سر فرام گیچ میره سرم نمیشه وایستم سر پام انقدر عصبیم تیک میزنم همه جان خب این بود چک پوری گیج میره سرم چکی که شبیه نقاشی اون دختر گوش مروارید به گوش هست خیلی شبیه اون بود چک آره نه شوخی میکنم شبیه نقاشی مدرنا بود که یه سری رنگ رو تصویره اون یه مثلث قرمز و یه دایره مشکیه فقط و تو باید ببینی چیه نه شبیه اونم نبود چک خیلی چک عجیبی بود به خاطر اینکه پوری در عین حال به نظر من قوی ترین ورژن خودشو استفاده کرده بود قوی‌ترین ورژن قلمش واقعا خوب اینجا چرخیده بود تصویرسازی ها فوق‌العاده بود خیلی پیشروی خیلی خطی داشت پیش می‌برد داستانو فوقانه اصلا انگار من جای پوری بودم تو اون فرودگاه فقط احساس می‌کنم یه جلد دو باید داشته باشه یعنی پروژه‌ای که انگار به تنهایی پروژه کاملی نیست مون تا همین جایی که ما شنیدیم به نظر من کارهایی که مد نظرش بود حالا بجز کورس دومین بار تکرار شد نظرم یه مقدار عوض شد کورس باحالیه و کورس در خدمت ترکه یعنی به تنهایی کورس جدا کنی کورس خفنی نیست ولی توی کانتکست ترک به نظر من کورس باحال و ترک سازیه سازنده است خیلی کمک کرد به درآوردن وایب کلی ترک این کورس و اون دلیوری ارتعاشی یه مثلا زرگیجه دارش میگم ورس یک ورس دو جفت تمیز خیلی خوب داشت روایت میکرد خیلی تصویر سازی ها کاراکتر سازی ها من اون کاراکتر ران تاکسی رو کامل تداعی کرد واسه من اون معموری که تو گیت تتو رو نگاه میکنه واسه من تداعی کرد اون زنه که اومده عکس بگیره تداعی کرد همه چی میگم به نظرم فقط به منزلگاه حق نرسوند ما رو یعنی واقعا ترکی بود که یه بیلداپ خالی بود یه رمپ بود بدون هدف رمپ هست میپری
اون بار باید اینجوری فرود بیاد دیگه. رمپی بود که فقط پریدیم و تو هوا سردرگم شد. در این حال من پروداکشنش هم بعدم نیومد. بازم میگم با اینکه خیلی شباهت کلا بیتای پوری همشون خیلی شبیه هم دیگه شدن و غیر قابل تشخیص شدن دیگه، ولی پروداکشن جالبی بود. خیلی لوکی بود، خیلی مینیمال بود و خیلی داستان سرایانه بود، خیلی خلوت بود و جا میداد به لیریسیست، به کسی که میخواد داستان بگه. فقط میگم کاش این داستانه یه، نمیگم مثلا انتهایی، یه پیامی، نمیدونم یه چیزی، یه نتیجه، یه چیزی با نمیدونم، شاید داشت یه امروز مثلا سوال از یه روز پوری چه شکلیه، شاید واقعا داشت یکی از روزاشو خیلی رندوم میگفت و خیلی شاید ترک تمرینی بود، خیلی آزمایشی بود ترک، و صرف تفاوت داشتنش با ترک های پوری تایپ ترپ یا پوری تایپ دریل به نظر من ترک رو بهتر کرده بود تو آلبوم، وگرنه ترک پیش قراولی نبود که پرچم کریر پوری رو بگیره دستش، ولی ترک جالبی بامزه بود. تبدیل تجربه اولین بار شنیدن ترک، من میدونیم تنها سوال ذهنم اینه که اینو کی باید گوش داد یه همچین ترکیو، این علامت سوال بزرگیه. تبدیل تجربه اولین بار شنیدن ترک برای من چیز تو مایه مثلا پنج و نیمی که اگه یه چیزی، یه پانچلاینی، یه پانچلاین داستانی چیزی داشت، واقعا تا هفت برای من میشد. میگم به نظر من یه خلایی وجود داشت انتها و چون حس خاصی نگرفتم، صرفا منو برد به یه روز از زندگی خودش پوری و تجربه بامزه‌ای بود، ولی توجیه رو ریپیت گذاشتن برای من خیلی نداشت. شما نظرتون رو بنویسید راجع به این ترک و این ریاکشن ویدیو و آلبوم فیل. ویدیو رو اگه دوست داشتید لایکتون نره، اگه دوست داشتید دیسلایکتون نره، فورگنگ هم کلن یادتون نره توی کامنت اگر نظر دیگه ای نداشتید واسه نوشتن. سابسکرایب کنید کانال رو اگر ویدیوها رو دوست دارید. زنگول بغل سابسکرایبم برای کسایی گذاشته شده که میخوان از ویدیوها و آپلودها جا نمونن، روی اون زنگول که کلیک کنید یوتیوب خبر میده آپلود ویدیوی بعدی رو به شما. تا ویدیوی بعدی، فور گنگ.